یکی از خطرناکترین آفات برنج کرم ساق خار هستش که میخوام امروز به طور کامل در مورد شرایط زندگیش، انواعش و کنترلش صحبت کنم. پس همراهمون باشید. سلام، علیپور هستم از مجموعه کشاورزی آنلاین. کرم ساق خار برنج در واقع از اسمش مشخصه. کرم های ساق خار کلن انواع مختلفی دارن که یک سری هاشون حالا کرم خرات هست که قبلا در موردش توضیح دادم، یه سری دیگرش مال برنج هستش که خب البته میزبان های دیگه مثل ذرت و نیشکر هم دارن. کرم ساق خار برنج در واقع مثل بقیه ساق خارها میاد وارد ساقه میشه، یعنی اول تو نسل دومش اول میان برگه ها رو میخورن، بعد از طریق غلاف وارد ساقه میشن و میان از محتویات ساقه تغذیه میکنن. حالا این تغذیه کردنشون باعث آسیب‌های زیادی به برنج میشه و همونطور که از اسمش مشخصه ساق خار برنج بهش میگن. حالا میخوام انواع این کرمای ساق خار رو براتون صحبت کنم در موردش. اولش ببین اینا گونه های متفاوتی دارن که 6 گونهش اگه بخوام بهتون بگم، سفید داره، زرد داره، مخطط یا راه راه داره، صورتی داره، مخطط و راه را با سر تیره و حاشیه طلایی داره. اینا خب انواع گونه های مختلفشن. این آفات که البته اینم بهتون بگم صورتیش خطر کمتری داره و میزبان اصلیش نیشکر هستش. ببینید فرم زمستان گذرانش میشه نسل اولش که به صورت یک لارو کامل توی ساقه ها و حالا بخش های مختلف گیاه علف هرز، علفهای هرزی که اطراف مزارع برنج هستن، میاد زمستان گذرانی خودشو انجام میده و همینطور بقایای حالا اون چیزایی که از سال گذشته از شالی باقی مونده تو مزرعه، تو شالیزار باقی مونده، میان اون تو زندگی میکنن و حالا دوره خودشونو میگذرونن. بعدن اینا میان توی اواسط اردیبهشت ماه تا اواسط خرداد ماه میان بروز میکنن و خسارت خودشونو توی کشت زود هنگام که حالا اون نشاکارها، اونایی که میان نشاکاری هاشونو زودتر انجام میدن، میاد تو اون زمان بهشون حمله میکنه. پس خسارت نسل اول کرم ساق خار بیشتر توی مزارعی دیده میشه که میان کشت زود هنگام انجام میدن. ولی خب این خسارت نسل اول نسبت به نسل دوم و سوم یه مزیتی داره. چه مزیتی داره؟ مزیتش اینه که این خود گیاه برنج چون جوونه میاد خودشو ترمیم میکنه. چی جوری ترمیم میکنه؟ میاد ساقه های جدیدی تشکیل میده. این ساقه های جدیدی که تشکیل میده باعث میشه که با میزان بار کم نشه. و حالا میریم وارد نسل دوم میشیم. حالا میخوام در مورد نسل دوم این کرم صحبت کنم. نسل دوم این کرم از اواسط تیر ماه تا در واقع میشه گفت اواخر تیر یا اوایل مرداد، این ماهایی که میگم ممکنه یه چند روز این ور اون ور بشه به خاطر اینکه حالا تو مناطق مختلف از گلستان تا گیلان یا حالا مناطق دیگه که برنج کاری میشه ممکنه زمانش یکم جابجا باشه، واسه همین دارم مراحل مختلف برنجم تو موقعیت بهتون میگم. ببینید تو این تایمی که الان خدمتتون عرض کردم میان چیکار میکنن؟ میان در واقع خسارتشون رو بهشون میگن وایت هد. ببینید اون قبلیه دد هرت بوده، این یکی وایت هده. یعنی چی؟ اون یکی میاد اول برگهای میانیشو زرد میکنه و بعد کامل اون گیاه حالا از بین میره و بعدیش سرش سفید میشه، واسه همین بهش میگن وایت هد. این مال نسل اول. من نسل دوم خسارتشو خدمتتون عرض کردم. حالا این یکی نسل دوم چجوری میاد تغذیه میکنه؟ همونجوری که گفتم میاد اول از برگش تغذیه میکنه، بعد از طریق غلاف وارد ساقه میشه و میاد داخل ساقه رو میخوره و باعث میشه که مواد مغذی به اون خوشه ها نرسه و خوشه ها تبدیل به سفید رنگ بشن که همون چیزی که عرض کردم اتفاق میفته. خب حالا خسارت نسل سوم. ببینید خسارت نسل سوم بیشتر توی شالیزارهای اتفاق میفته که کشت دیررس دارن. این کشت دیررسشون باعث کشت دیررسشون باعث میشه که این اتفاق برای حالا شالیزارهاشون بیفته و بیشتر توی اواخر اواسط شهریور تا اواخر مهر اتفاق میفته.
خب حالا یه ویژگی دیگه که تمام این حالا نسل ها دارن اینه که بیشتر شب پروازن. پیک پروازشون هم ساعت 9 شبه. یعنی اگه بخواین تله استفاده کنین، تله های نوری استفاده کنین، خیلی برشون مناسب هستش، خصوصا ساعت 9 میتونن اون حالت کنترلشون رو انجام بدن. زمان پیک این پروانه ها کلن، یعنی بیشترین زمانی که تعدادشون زیاد میشه، هم یعنی هم پروانه هاش هم آفاتش، بیشتر از همون اواخر اردیبهشت تا بهتون بگم اوایل مرداد میشه. البته بیشتر میگن اواسط خرداد تا اون موقع، ولی خب چون مناطق مختلف متفاوته، اون زمان در واقع زمانی که میخواد به خوشه بره و توی خوشه دهی هستش، این زمان زمان پیکش حساب میشه که شما میتونید تله های فرمونی و از تله های دیگه اون زمان استفاده کنید. راهای کنترلی این آفت، اول از همه کنترل بیولوژیکیشو میگم. خب تلهای فرمونیشو که تله ها رو که گفتم، بعد دوباره بیولوژیکی میگم. بیولوژیکی ها در واقع زنبور تریکوگراما خیلی موثر هستش و خب برای زمان هایی که زمین وسعت زیادی داشته باشه و یا حالا چند تا شالیزار کنار هم دیگه تصمیم میگن کنترل بیولوژیکی انجام بدن، براشون مناسب هستش. و در موارد دیگه مثلا حالا کنترل های دیگرش این هستش که بهداشت باغ و بهداشت مزرعه رو باید انجام بدن، بهداشت شالیزار رو باید انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی علف های هرزش رو به طور کامل از بین ببرن و شخم سطحی بزنن و حالا اون بقایایی که مونده اونا رو هم کامل از بین ببرن. خزانه برنج رو مرتبا چک کنین و اون نشاهای آلوده رو خارج کنین و زمانی که دارین وجین انجام میدین سعی کنین بوته‌های آلوده رو کامل خارج کنین و از بین ببرینشون. و مورد بعدی این هستش که کودهای ازوتهی که میخواییم بدین و بیاین توی سه مرحله بدین، یهو نیاییم بدین به مزار، به خاطر اینکه بافت گیاه رو به فرمی تبدیل میکنه که برای این کرم ساق خیلی مناسب میشه، به راحتی بهشون حمله میکنن و براشون تغذیه راحت تر میشه. پس این موارد رو خیلی توجه داشته باشین. در مورد کنترل شیمیایی هم که خب درست سه تو فضای مجازی در مورد صحبت بشه، ولی سه موردش رو بهتون میگم. دیازینون، پادان و فنتروتیون هستش که میتونین استفادهش کنین. در مورد کنترل شیمیاییش هم که بخوام خدمتتون عرض کنم، این هستش که میتونید از سموم پادان، دیازینون و فنتروتیون استفاده کنید. انشاءالله که بتونین با این کلیپ مزارعتون رو از این آفت در امان نگه دارید.